همباشی یا زندگی مشترک یک مرد و یک زن زیر یک سقف بدون ازدواج تا چند سال پیش در ایران به ندرت اتفاق می افتاد. الان هم آماری نیست که روشن کند چقدر رایج شده، اما از حرفایی که مسئولان می گویند نظر می رسد حکومت ایران حالا نگران رواج همباشی یا به قولی ازدواج سفید است. در جدیدترین اظهار نظر در این باره، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه ای رهبر ایران از افزایش زندگی مشترک بدون ازدواج و زیاد شدن به گفته او حرامزادگی ابراز نگرانی کرده. این واژه نه تنها به لحاظ مذهبی بار معنایی خاص خود را دارد، که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی هم حتی ناسزاست. امشب خواهیم شنید به اثرات اجتماعی این همباشی نگاه خواهیم کرد، همینطور کنترل این پدیده در ایران را خواهیم دید که آیا اصولا ممکن هست یا نه، و اینکه چرا بعضی به جای ازدواج به سراغ همباشی می روند. اول گزارشی ببینیم از باران عباسی در این باره. سبکی از زندگی مشترک در اون دو نفر بدون اینکه رسما ازدواج کنن با هم زندگی میکنن و رابطه عاطفی و جنسی دارن. در آمریکا 80% زوجها پیش از ازدواج زندگی مشترک رو شروع میکنن. آمار بریتانیا هم تقریبا مشابهه. این پدیده در سالهای اخیر در ایران هم افزایش پیدا کرده و بعضی اون رو ازدواج سفید نامگذاری کردن. ولی برخلاف غرب این نوع رابطه در ایران تعریف نشده و به دلیل تعصبات مذهبی و سنتی در خیلی از موارد به صورت مخفیانه انجام میشه. پدر مادر و دوستان در جریان نبودن. یکی از دلایل اصلیش دلیل مذهبی بود. پدر مادرم نمیتونستن قبول کنن بدون اینکه من بخوام سیره محرمیت با کسی پسری داشته باشم بخوام باز زندگی کنم. و جامعه هم که متاسفانه دیده خیلی بدی دارم بخوام به این که آخرش ختم میشه به روابط جنسی و اینها هیچ کدوم نمیتونم قبول کنم. رواج این سبک زندگی در ایران باعث شده رسانه ها و مقام ها هم بهش واکنش نشون بدن. اما علت تمایل افراد به همزیستی بدون ازدواج چیه؟ کارشناسان به مواردی مثل تمایل افراد به شناخت بیشتر از همدیگه یا مسائل اقتصادی اشاره کردن. بعضی دیگه هم میگن نوع رابطه مسئولیت کمتری نسبت به ازدواج ها داره و به راحتی میتونن به اون پایان بدن. من خودم به شخصه در واقع اعتقادی نمی‌دارم که با یک مسئله در واقع دو نفر رو به در واقع مال هم بکنم بگن این سند به نام شما در شده، این شخص مال شما. و مشکل بیشتری که بزرگتری که هست بحث مهریه است، بحث هزینه هایی که در واقع بوده. مهریه که تو دغدغه این رو نداری که باید فردا مهریه در واقع پرداخت بکنی، مشکل طلاقی نخواهی داشت. در این وسط در واقع با تعهداتی که به طرف ایجاد میشه به نظر من دیگه نیازی به اون مصدر محضر اصلا احساس نمیشه. اما مشکلات زندگی مشترک بدون ازدواج از جمله غیرقانونی بودن و برچسبای اجتماعی این رابطه رو بسیار آسیب پذیر کرده. متاسفانه علیرغم اینکه من و خودمون شخص در واقع مشکل خاصی با همدیگه نداشتیم، ولی بزرگترین دلیلی که باعث شد ما از همدیگه جدا بشیم در واقع اطرافیان و دوستانشون و تا یه حد خیلی کمی خوبی تعدادی از افراد خانوادهشون مثل خواهرشون و شوهر خواهرشون بودن که یه قضاوتهایی در مورد من میکردن. به این صورت که حالا اون فکر رو میکردن که شاید اگر یه دختر ذهنیت آزادی داشته باشه، متاسفانه این ذهنیت باز و آزاد توی ایران چون یه مقدار بار منفی داره باعث میشه که طرف تصور بکنه که آزادی عملش هم ممکنه از یه حد و از یه حدودی فراتر بره و اون کیس مورد نظر برای ازدواج نباشه. مقام های ایران این سبک زندگی رو نشونه تهاجم فرهنگی غرب میدونن و به شدت باهاش مخالفن. محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی این نوع زندگی رو شرم‌آور خونده و خواهان برخورد شدید باهاش شده. آقای گلپایگانی گفته نسل حلال مردمی که به این شکل زندگی میکنن از بین خواهد رفت و نسل این افراد به گفته او حرومزاده میشن. استانداری تهران هم از نهایی شدن طرح مقابله با این سبک زندگی خبر داده، طرحی که بر فراهم کردن امکان ازدواج رسمی تاکید میکنه. بعضی از این روابط موفق میشن و پایدار میمونن و بعضی دیگه شکست میخورن. اما چیزی که روشنه اینه که بسیاری از جوانای ایرانی با همه مشکلات فعلا این نوع زندگی رو به ازدواج ترجیح میدن. برمیگردیم به شما در استودیو.